سر خط خبرها. انصراف آمریکا از بازگرداندن مکانیزم ماشه. ایران استقبال کرده اما میگوید تحریم ها لغو نشوند به تعهداتش عمل نمی کند. دستور دولت برای منع خروج مرغ از تهران و چندین شهر دیگر ایران. مرغداران میگویند دخالت دولت بازار را به هم ریخته. از جنوب تا شرق آمریکا در چنبره سرمای کم سابقه 200 هزار پرواز در نیویورک لغو شد. بی برقی در تگزاس به چهارمین روز رسید. و پس از سفری 7 ماهه به سوی مریخ، فضاپیمای ناسا با موفقیت بر سیاره سرخ فرود آمد. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته دیگر در پی بازگرداندن همه تحریم‌های این نهاد علیه ایران نیست. چرخشی از سیاست دولت دونالد ترامپ که با فعال کردن مکانیزم ماشه خواهان برقراری همه تحریم‌های سازمان ملل شده بود. واشنگتن محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورک را هم لغو کرده و همچنین گفته حاضر است در جلسه 5 به علاوه یک با ایران شرکت کند. در پاسخ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته با این تصمیمات موافق است اما تا تحریم‌های آمریکا لغو نشود ایران به تعهداتش در برجام باز نخواهد گشت. بارون عباسی گزارش می‌دهد. تصاویری آشنا از دیدار مقام‌های ایرانی با اعضای برجام. کشورهای اروپایی در کنار چین و روسیه. صندلی آمریکا چند سالی خالی بوده. حالا اما دولت بایدن گفته حاضر است به این میز بازگردد به دعوت اروپایی ها برای جلسه غیر رسمی. ایران اما همچنان ایستاده بر مواضع قبلی. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در توییتی گفته اولین قدم آمریکا باید لغو تحریم ها باشد. از آنجایی که آمریکا از برجام خارج شد دیگر 5 به علاوه 1 وجود ندارد. حالا تنها ایران و 4 به علاوه 1 است. به یاد بیاورید که ترامپ از اتاق بیرون رفت و سعی کرد آن را منفجر کند. اقدامات نمادین خوب است اما برای احیای 5 به علاوه 1 به اقدامات عملی آمریکا نیاز است. تحریم ها را لغو کنید ما پاسخ خواهیم داد. با این حال فاصله گرفتن ایران از تعهداتش به گفته دیگر اعضای برجام حل و فصل این مناقشه را پیچیده تر کرده. از غنی‌سازی اورانیوم با خلوص و حجمی بیشتر از حد مشخص شده در توافق هسته‌ای تا تهدید به خروج از پروتکل الحاقی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان بازرسی‌های سرزده می‌داد. در واکنش بیانیه دیروز وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان بعد از جلسه مجازی با همتای آمریکاییشان میگویند اقدام ایران خطرناک است و فرصت پیش رو را از بین میبرد. تهدیدهای ایران به کمتر کردن تعهداتش در زمینه پروتکل الحاقی خیلی نگران کننده است. برای همین ما این جلسه رو برگزار کردیم که دیپلماسی رو تقویت کنیم. ما توافق کردیم که هم برگشتن ایران به تعهداتش و هم برگردوندن آمریکا به گفتگوها بسیار مهمه تا بشه راه مناسب و پایدار برای قدم‌های بعدی ترسیم کرد. در چرخش دیگر از سیاست‌های دونالد ترامپ، دولت جدید آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته دیگر خواهان فعال کردن مکانیزم ماشه و برگرداندن همه تحریم‌های این نهاد علیه ایران نیست. دولت جو بایدن همچنین محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک را لغو کرده. پاسخ وزیر خارجه ایران موافقیم اما کافی نیست. اروپایی‌ها باید این رو توجه داشته باشند که فشار با ایران کار نمیکنه. اظهارات بی ارزش هم فایده ای نداره. به محض اینکه اقدامی ما از سوی آمریکا و اروپا ببینیم در جهت اجرای تعهداتشون ما هم بلافاصله واکنش نشان میدیم و به تعهداتمون برمیگردیم. ابراز آمادگی آمریکا در بازگشت به این میز را می توان پیام حسن نیت کاخ سفید قلمداد کرد. دست رد از سوی تهران اما شاید فرصت کاهش فشارهای شدید اقتصادی بر مردم ایران را به دست آینده‌ای نامعلوم بسپارد. باران عباسی، بی بی سی.
خبرنگارمون بهمن کلباسی از نیویورک با ماست در این باره بیشتر صحبت کنیم. مقام‌های دولت آمریکا دیشب به خبرنگاران گفتند که بیشتر در مورد گام‌هاشون حرف می‌زنن. بیشتر به ما بگو. در این جلسه که مقام‌هایی که اسمشون رو نمی‌تونیم ببریم صحبت می‌کردند، تاکیدشون بر این بود که این رو می‌دونیم که گام‌های اول هست، اما تا نشینیم با طرف ایرانی صحبت نکنیم نمی‌تونیم وارد اون مرحله بشیم که بتونیم برای بازگشت برجام برنامه‌ریزی دقیق و به اصطلاح زمانبندی دقیق داشته باشیم. به همین جهت تاکیدشون بر این بود که بله، این اقدامات برای نشان دادن حسن نیت هست. این سه گامی که برداشتن، نامه به شورای امنیت و همچنین رفع محدودیت‌های دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک و البته پذیرفتن دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت در یک جلسه در سطح مدیران کل وزارت خارجه ها و مسئولان ایران در امور وزارت خارجه در آمریکا، اینها رو به عنوان گام های برای حسن نیت میدونیم، ولی باید بشینیم با ایران صحبت کنیم تا بتونیم وارد جزئیات بشیم و اینها مشخص است که قدم های اوله و برای رسیدن و ورود کامل به برجام هر دو طرف باید گام های دیگری رو هم بردارن. به همین جهت این جلسه بیشتر برای روشن کردن علت این سه گام درست در آستانه صحبت‌های آقای بایدن که تا یکی دو ساعت دیگه در خطاب به کنفرانس مونیخ انجام میده، هم اکنون هم در حال گفتگو با رهبران G7 گروه صنعتی هفت صنعتی هست که آنها همه به صورت مجازی داره برگزار میشه. بله، و همطور که گفتی آقای بایدن قرار امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت کنه از طریق ویدیو. بیشتر بهمون بگو که چه انتظاری میره از صحبت‌های او. گزارش‌هایی که تالا شده این است که به ایران هم خواهد پرداخت، بخشی از دیگر مسائل سیاست خارجی که مخصوصا با اتحادیه اروپا مطرحه، و اونجا تاکیدش بر این خواهد بود که راه تمرکز ما این است که راه دیپلماتیک باید پیگیری بشه برای حل اختلافات با ایران، و مخصوصا اینکه الان بیاید بنشینیم صحبت کنیم تا راه‌های بازگشت سریع به برجام رو بیابیم و بر سرش به توافق برسیم. خیلی فراتر از اون ممکن است آقای بایدن وارد جزئیات نشه. به همین جهت هم صحبت‌های مقام‌های وزارت خارجه دیشب و این گام‌هایی که برداشتن حائز اهمیت هست که به نظر میاد اولین اقدامشون هست برای اینکه نشون بدن آمادن وارد یک گفتگوی جدی بشن برای بازگشت به برجام. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک با ما. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک آمریکا هم با ما هستن. آقای فرهنگ، در مورد صحبت‌های آقای ظریف نظرتون چیه که میگه تا تحریم‌های آمریکا لغو نشه ایران به تعهداتش در برجام باز نخواهد گشت؟ واقعیت اینه که مسئله برجام در هر دو کشور گره خورده به رقابت‌ها و مخالفت‌های داخلی و نگرانی‌ها و یا اعتبار منطقه‌ای. در آمریکا، در حتی در حزب جمهور دموکرات کسانی هستند که میخوان به اصطلاح به این سادگی ها نمیخوان تحریم ها برداشته بشه، و حتی از نظر افکار عمومی هم یک حالت به اصطلاح ذهنیت و انتقام جویی نسبت به ایران وجود داره. در ایران هم همونطور که آقای خامنه‌ای و دیگران مرتب گفتن، اونها بودند که به هر حال به تعهدات خودشون عمل کردند و انتظار دارن که آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه تا اونها برگردن به تعهدات خودشون به برجام. ولی در منطقه عربستان سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل، اینا سخت از آمریکا انتظار دارن که بازگشت به برجام رو ارتباطش بده به برنامه موشکی ایران و همینطور دخالت ها و یا آلودگی های ایران در کشورهای دیگه منطقه. اینه که تنها راه این که این مسئله بتونه از طریق مسالمت جویانه حل بشه، مذاکرات محرمانه مستقیم بین ایران و آمریکاست که دیپلماسی بتونه در اونجا زبانی درست بکنه که این زبان رو هر طرف بتونه بره خونه خودش و تفسیر اون تعهد یا زبان رو طوری ارائه بده که با تعهدات و موقعیت. آقای فرهنگ، به نظر میاد که ایران الان موفق عمل کرده در اینکه این فشار رو به آمریکا بیاره و به کشورهای به قدرت‌های غربی برای شروع دوباره این گفتگوها در دولت جدید آمریکا. فکر می‌کنید که الان صحبت‌های ایران چقدر همچنان در راستای همین فشار هست؟
به نظر من این فشارها نمیتونه به نتیجه برسه. واقعیت اینه که پرزیدنت بایدن و بسیاری از تحلیلگران آمریکایی با تصمیم ترامپ سخت مخالف بودن و در اون زمان هم مخالفت کردن. بنابراین امروز برای اینکه بایدن بتونه برگرده به برجام و این بتونن برجام رو به مرحله گذشته خودش برگردونن، باید نگرانی های داخلی و منطقه‌ای او هم مورد توجه ایران قرار بگیره و بالعکس. بنابراین تنها راه مذاکره دو جانبه و محرمانه است، برای که نه ایران و نه آمریکا نمیتونن به طور یک جانبه خواسته های طرف دیگر رو ارضا بکنن بدون اینکه با مشکلات داخلی و منطقه‌ای روبرو شن. برای ایران خیلی مهمه که هشت و شعبی و حزب الله و حماس و توسیه ها راجع به ایران چه فکری میکنن. برای آمریکا بسیار مهمه که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، عربستان سعودی و اسرائیل چه فکری. اینا ارتباط مستقیمی به مواضع این کشورها از نظر داخلی و منطقه‌ای داره. تنها راه منطقی و اصولی و امیدوار کننده مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در رابطه با این مسئله است. منصور فرهنگ، استاد رابطه بین الملل در دانشگاه بنینگتون در نیویورک، متشکرم از شما. و همطور که گفتیم، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قراره تا کمتر از 3 ساعت دیگه در کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت مجازی شرکت کنه، اونجا سخنرانی کنه و قطعا ایران و برجام هم جزء موضوعهای مهم حرفای او خواهد بود. ما در تلویزیون فارسی بی بی سی این سخنرانی رو زنده پخش خواهیم کرد و در موردش صحبت میکنیم. حدود 7:45 امشب به وقت تهران خواهد بود این صحبت‌ها. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. آمریکا امروز به طور رسمی دوباره به توافقنامه اقلیمی پاریس پیوست. تغییر جهتی کاملاً مخالف با رویکرد دولت پیشین این کشور. جو بایدن به محض روی کار آمدن خواستار بازگشت آمریکا به این پیمان شد. توافق پاریس برنامه‌ای بلند مدت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است که حدود 200 کشور در آن عضو هستند. گفته می‌شود با فشار آمریکا در آینده همه کشورها مجبور به اقدامات بیشتری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهند شد. روزنامه فرانسوی فیگارو گزارش داده یک شهروند فرانسوی ایرانی و یک شهروند آلمانی حدود 2 هفته پیش در ایران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، بازداشت این دو نفر به محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مربوط است که به اتهام مشارکت در یک بمب‌گذاری در دادگاهی در بلژیک محکوم شناخته شد و حکم 20 سال زندان گرفت. ایران پیش از این هم متهم شده بود که با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده می‌کند، اتهامی که مقام های ایران تکذیب می کنند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته حدود 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و 77 بیمار جان خود را از دست دادند. حدود 3600 نفر از مبتلایان هم در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری اند. پیشتر وزیر بهداشت ایران درباره ویروس جهش یافته کرونا و ورود ایران به موج 4 شیوع بیماری هشدار داده بود. 11 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران از دستور دولت برای ممنوعیت خروج مرغ از این شهر تا اطلاع ثانوی خبر داده. محمد علی کمالی دستور دولت در این باره را عجیب خوانده و گفته این حد از دخالت بازار مرغ را به هم ریخته. تولید کنندگان علت کمبود مرغ را نبود دانه و خوراک مرغ می‌دانند و می‌گویند دولت فقط به اندازه 40 روز جیره مرغداران را تامین کرده. آقای کمالی گفته ممنوعیت خروج مرغ محدود به تهران نیست و در شهرهای دیگر از جمله کرمان هم همین دستورالعمل وجود دارد. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار از روم ایتالیا، با ما حسن. آقای چاوشی، بیشتر به ما بگید از اینکه این مشکل اصولاً به چه چیزی برمیگرده و چرا الان با کمبود مرغ در ایران مواجه شده ایم؟ ببینید، این ماجرای مرغ تبدیل شده به یکی از نمادهای شکست سیاست‌های دستوری و مداخله گرایانه دولت تو بازارها که اقتصاددان‌ها همیشه درباره‌اش هشدار می‌دادن. چند هفته قبل خروج مرغ از چند تا استان دیگه ممنوع شده بود، حالا هم از تهران. هدف ظاهراً اینه که قیمت کنترل بشه. قبلا دولت این هدف رو با سیاست‌های بگیر و ببندش تو سطح کشور اعمال می‌کرد، حالا دیگه هر استانی برای خودش وارد عمل شده، شروع کرده به تعزیراتی کردن بازارها تو سطح استان.
ولی تجربه نشون داده این سیاست ها حتی اکثر تأثیری که میتونن بذارن در حد چند هفته است، ولی در میان مدت و بلند مدت قطعا باعث کاهش تولید و افزایش قیمت هم میشن، چون همونطوری که این آقای کمالی مدیرعامل اتحادیه مرغداران تهران گفته، با این سطح از مداخلات دولتی تو بازار مرغ تولید کننده دیگه هیچ برنامه ریزی نمیتونه بکنه. در نتیجه بعد از یه مدت کم کم میگه آقا اصلا نخواستم، عطاش رو به لقاش میبخشه و جمع میکنه میره. بعد میدونید چی میشه نتیجهش؟ کاهش تولید. اینکه دولت پیشنهاد میکنه که ممنوعیت خروج مرغ رو از تهران پیشنهاد میکنه، اون وقت راهکارهایی که داره برای شهرهایی که قبلا مرغشون رو از تهران تامین میکردن چیه؟ واقعا معلوم نیست. یعنی این اصلا یه سری کارهایی داره انجام میشه توسط دولت، یه سیاستهایی در پیش گرفته میشه که فقط اثر به فکر انگار اثرهای کوتاه مدت فردا و پس فرداش هستن. این دولت مدتی قبل یه وعده داده بود که قیمت رو کم میکنه، برای یک ماه هم موفق شد قیمت رو کاهش بده. ماه دی ماه مرکز آمار اعلام کرد قیمت مرغ ماشینی 23% کم شده، ولی خب فایدهش چیه؟ دوباره همون اتفاق افتاده. این همه این سیاست‌های به گروه بند دولت در نهایت فقط در اندازه همین دوره‌های کوتاه مدت میتونن اثر بذارن. من اشاره کنم دولت که مدعی نهادهای دامی رو با ارز ترجیحی 4200 تومانی تامین میکنه، ولی تولید کننده های مرغ میگن این نهادها به دستشون نمیرسه. کاملا هم طبیعیه، برای اینکه یه رانت بزرگی این وسط وجود داره که هر کسی بهش دسترسی داشته باشه ازش نمیگذره. نمیشه شما بخوای یه چیزی رو به یک ششم قیمت واقعیش بفروشی بعد انتظار داشته باشی از توش رانت و فساد در نیاد، ولی مسئولای اقتصادی کشور متاسفانه فکر میکنن وقتی دلار 4200 تومانی اختصاص میدن نمیرسه به دست مصرف کننده، لابد تقصیر شما. فرمودید این سیاست ها باعث کاهش تولید و افزایش قیمت میشه، میشه بیشتر توضیح بدید؟ بله، ببینید وقتی شما محدودیت رو بر کار کسب و کار ایجاد میکنید، این صاحب کسب و کار بعد از یه مدت دیگه میبینه که فشارها اینقدر روش زیاد شده که نمیتونه برنامه ریزی کنه و نمیتونه چشم‌اندازی برای آینده کارش داشته باشه، در نتیجه کم کم تولیدش رو کم میکنه یا کلن جمع میکنه و میره. نتیجهش چیه؟ کاهش تولید. وقتی تولید کم بشه طبیعیه که افزایش قیمت رو ما باهاش مواجه میشیم، و این اتفاقی که ما در دوره‌های مختلف تاریخی اقتصاد ایران داشتیم. و کالاهای اتفاقا کالاهایی که بیشتر دولت روشون تمرکز میگذاره به خاطر همین سیاست‌های سختگیرانه کمتر تولید میشن و قیمتشون بیشتر میشه، برعکس کالاهایی که دولت میگه اینا کالاهای اساسی نیستن و مهم نیستن، چون بازار کار کسب و کارشون و اقتصادشون راحت‌تر انجام میشه، چرخش داره، بهتر تولید میشن و نیاز دولت نیاز کشور برآورده میشه. هادی چاوشی روزنامه‌نگار از روم ایتالیا، ممنونم از شما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران از انصراف آمریکا برای بازگرداندن مکانیزم ماشه استقبال کرده، اما میگوید تحریم‌ها لغو نشوند به تعهداتش عمل نمی‌کند. خروج مرغ از تهران و چند شهر دیگر ایران ممنوع شده و مرغداران از دخالت دولت در بازار گلایه دارند. در ادامه برنامه پس از سفری 7 ماهه فضاپیمای پژوهشی ناسا با موفقیت بر مریخ فرود آمد. توده هوای سرد و قطبی که از یک هفته پیش بخش بزرگی از جنوب آمریکا را اسیر سرمایه بی‌سابقه کرده، حالا به شرق این کشور رسیده. در نیویورک نزدیک به 200,000 پرواز لغو و برنامه واکسیناسیون برای مقابله با کرونا مختل شده. در تگزاس برای 4مین روز متوالی مردم بدون برق در سرما شرایط سختی را می‌گذرانند. مسئولان محلی به 13 میلیون نفر در این ایالت گفتند پیش از مصرف آب باید آن را بجوشانند، چون بی‌برقی مراکز تصفیه آب را از کار انداخته. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. در یکی از ثروتمندترین ایالت‌های آمریکا، تگزاسی‌ها با بی‌برقی، بی‌آبی و بی‌غذایی در سرمای زیر صفر دست و پنجه نرم می‌کنند. نزدیک به 500,000 خانوار در تگزاس شب گذشته را بدون برق گذراندند. اول نیروگاه های برق از کار افتاد و بعد بیبرقی زنجیره تامین غذا، آب و گاز را مختل کرد. نینا همراه با همسرش و پسر 18 ماهه‌اش در غرب هیوستون، 4مین شهر بزرگ آمریکا، 48 ساعت
بیبرقی را پشت سر گذاشته. تمامی سیستم‌های خونمون، حتی اجاق خوراکپزیمون برقی هستش و با این بچه کوچیک 18 ماهه ما انقدر حتی سختی داشتیم که واقعا شاید بگم 30 ساعت 35 ساعت ما هیچ نوشیدنی گرمی نخورده بودیم. تمام سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها و اونایی که بازن کیلومترها صف و مسئله کرونا هستش که مردم درست ماسک زدن ولی همه پشت هم توی مغازه‌ها یا تو صف‌ها مجبورن وایسن. چند تا لوله داشتیم بیرون خونه ترکیده، آبگرمکنمون خراب شده کار نمی‌کنه. یه مشکل زیادی هم هست که برای لوله‌ها چون همه ترکیدگی لوله دارن و هوا هم سرده، پیدا کردن لوله کش خیلی الان سخت شده. مقام های محلی میگویند آب لوله کشی تنها بعد از 2 دقیقه جوشیدن قابل مصرف است، تازه اگر لوله های یخ زده نترکند و وضع بدتر نشود. دیشب بعد از 2 روز برق اومد ولی آب نداشتیم. حالا بالاخره آب وصل شده ولی این دفعه همه جا رو گرفته. برخی محققان میگویند سرمایه بی سابقه ای که ایالت‌های معمولاً گرم آمریکا را فرا گرفته، پیامده گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است. فرماندار تگزاس که روزهای اول گناه را گردن نیروگاه‌های بادی و انرژی‌های تجدیدپذیر انداخته بود، حالا پذیرفته که اشکال کار جای دیگری است. حقیقت اینه که ایالت تگزاس به نیروگاه‌های برق موجود به خاطر سرمای شدید یا خرابی تجهیزات دسترسی نداره. در پایتخت که از طوفان قطبی در امان نمانده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از تگزاس در اوکلاهوما و لوئیزیانا هم اعلام وضعیت اضطراری کرده. کاخ سفید که روز پنجشنبه اعلام کرد نزدیک 60 ژنراتور را همراه با سوخت برای اماکن حیاتی چون بیمارستان‌ها و تصفیه خانه‌ها فرستاده، تأکید کرده آنچه بخشی از آمریکا در این چند روز پشت سر گذاشته نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی موضوعی واقعی است که آمریکا هنوز برای رویارویی با آن آماده نشده است. مهرنوش پورزیایی، بی بی سی، واشنگتن. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. سازمان ملل متحد نگران جان 800 هزار آواره است که با شدت گرفتن آتش جنگ در شمال یمن در خطر قرار گرفتند. مقام های حقوق بشری میگویند کمپ های منطقه سرواه بدون آب و برق ماندند. چندین هزار نفر مجبور به حرکت به سمت شهر معارب شدند، شهری که تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمله شبه نظامیان حوثی است. در صورت پیشروی بیشتر حوثی ها صدها هزار غیر نظامی مجبور به فرار از شهر خواهند شد. اسرائیل میگوید گینه استوایی میخواهد سفارت خود را به شهر بیت المقدس منتقل کند. به این ترتیب گینه دومین کشور آفریقایی خواهد بود که در ماهای اخیر چنین تصمیم میگیرد. اسرائیل کل بیت المقدس را پایتخت خود میداند، اما فلسطینی ها امیدوارند قسمت شرقی این شهر روزی پایتخت آنها بشود. اکثر کشورها همچنان سفارت های خانه های خود را در تل آویو نگه داشتند. دادگاه عالی بریتانیا به اوبر اپلیکیشن درخواست آنلاین حکم داده که رانندگانش را باید به عنوان کارمند استخدام کند. اوبر مدعی است رانندگانش پیمانکاران مستقل و خود اشتغال هستند. حکم دادگاه به این معنی است که هزاران راننده اوبر در بریتانیا حق دارند حداقل حقوق و دستمزد را دریافت کنند. این تصمیم می تواند اوبر را با غرامت سنگینی مواجه کند و عواقب گسترده تری برای شرکت های خدمات آنلاین داشته باشد. مریخ نورد سازمان هوافضایی آمریکا با عنوان پرسیویرنس دیروز به سلامت روی کره مریخ فرود آمد و قرار است برای یافتن علائم حیات در دوران باستان در این سیاره کاوش کند. این فضاپیمایی روبوتی 7 ماه پیش کره زمین را ترک کرد و مرحله پرخطر فرود را که به 7 دقیقه وحشت معروف است با موفقیت پشت سر گذاشت. این مریخ نورد در طول ماموریتش به حفاری و گردآوری نمونه های سنگ و خاک می پردازد. نعیمی نامجو گزارش می دهد. بعد از سفری 7 ماه حساس‌ترین لحظات یکی از بلندپروازانه‌ترین مأموریت‌های ناسا فرا رسید. گذشتن پرسیویرنس یا استقامت از جو مریخ و فرود بر آن. شمارش معکوس به پایان رسید.
اما این تازه اولین گام مأموریت جدید بر سطح سیاره سرخ است. مأموریتی که با ارسال یک توییت و اولین تصویر از سطح مریخ برای آنها که در اتاق کنترل هستند و کسانی که آن را به دقت دنبال می کردند هیجان انگیزتر شد. پیام های مریخ نورد 11 دقیقه و نیم در راه است تا به زمین برسد. ارسال پرسیویرنس به مریخ علاوه بر چالش های فنی و علمی یک مأموریت فضایی با شیوع کرونا هم همزمان شده بود. استقامت در نقطه ای از مریخ فرود آمد که برای مأموریت های پیش از آن نشدنی بود. گودالی صخره‌ای و ناهموار. اما این مریخ نورد با سیستم های مسیریابش توانست در جای مناسبی فرود بیاید. دانشمندان با استفاده از داده های قبلی نقشه ای از محل فرود و خطرات احتمالی تهیه کرده بودند. این نقشه به کامپیوتر مریخ نورد داده شد تا محل مناسب برای فرود را تشخیص دهد. تحقیق روی یکی از کهن‌ترین بخش‌های سیاره سرخ امکان مطالعه آنچه میلیاردها سال پیش در مریخ گذشته را فراهم می‌کند. پرسیویرنس پیشرفته‌ترین کاوشگری است که ناسا تا به حال ساخته. قرار است از مریخ نمونه برداری کند و در مأموریت‌های آینده این نمونه‌های با ارزش به زمین آورده خواهند شد. برای اولین بار هلیکوپتر کوچکی هم در مریخ پرواز می کند. هلیکوپتری که به کارگیریش یکی از ویژگی های این مأموریت است. حالا ربات تازه‌ای بر سطح سیاره سرخ به حرکت در آمده. رباتی که مأموریتش پاسخ به این سوال است. آیا حیات در مریخ وجود داشته؟ این ماشینمونه، این مایم، اینم پارتیمونه. این سه جمله ساده در یک کلیپ 5 ثانیه‌ای اینستاگرام این روزها دو ملت هند و پاکستان رو با اون همه سابقه تلخ جنگ و دعوا به هم نزدیک کرده. دانا نیر مبین، دختر 19 ساله اهل پیشاور پاکستان، وقتی این ویدیوی کوتاه رو روی اینستاگرامش پست می‌کرد، شاید اصلا تصور نمی‌کرد که چه تأثیری قراره این سه تا جمله داشته باشه. حالا میلیون‌ها نفر در هند و پاکستان با الهام از همین 5 ثانیه دارن ویدیوهای مشابه در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کنن و این سه تا جمله رو تکرار می‌کنن. این ماشینمونه، این ماییم، این پارتیمونه. این کلیپ رو با یک هنرمند هندی که بر همین اساس ساخته ببینیم. پایین این بخش خبر، ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.